ببینید، در مورد 28 مرداد تا به حال صحبت‌های بسیاری شده. هر گروه و دسته‌ای مسئله رو یک جور عنوان کردن و خودشون با دیدگاه‌های شخصی که داشتن یه بهره‌گیری و نتیجه‌گیری خاص خودشون رو داشتن. میهمان هفته‌های ماه یک بار برنامه من شخصیت پژوهنده است که به هیچ وجه جهتگیر نیست و صادقانه هر آنچه را که میدونه و واقعیت تاریخی هستش، واقعیت تاریخی در این زمان هستش، مطرح میکنه و مسئله 28 مرداده. قبل از اینی که ایشون راجع به 28 مرداد صحبت بکنن، من چند تا از سوالهایی رو که شما برای من فرستادید و همینطور مسئله که اتفاقا به 28 مرداد هم تا اندازه مربوط میشه از آقای دکتر بانبان میپرسم و بعد میشینیم پای صحبت ایشون ببینیم که 28 مرداد چگونه بود، چی بود، چه اتفاقی افتاد، آنچرا که مستند و واقعیه. میدونید که ایشون هیچ هدفی نداره جز گفتن واقعیت هایی که وجود داشته به دلیل آگاهی هایی که از تشکیلات و جهان داشته. دکتر سلام. درود بر شما. حالتون خوبه که انشاءالله. اجازه مقدمم درست بود؟ درست، کاملا همشه. سوالاتی که دارم، یه سوال اولیه اینه که میگه بیماری شاه تا چه حد بر سرنوشت تاریخ ایران و پایان پادشاهی در ایران تأثیر داشت؟ خب بی اهمیت نبود، برای اینکه ایشون در تصمیم گیری هاشون باید به چند جای مختلف فکر میکردن، یکی به کشور، به خانواده، به خودش، و هر چقدر هم بگیم که باید بی توجه بودن، توجهشون حداقل تا یک چندین درصد مبذول میشد بر این مسئله. اما آنچه که در بعضی جاها نوشته میشه، بر گفته میشه، اینه که ایشون حتی در روزنامه خارجی و داکیومنت هایی که بعد از انقلاب چاپ شد که ایشون اصلا نمیدونستن بیماری دارن. من اعتقاد دارم که ایشون میدونستن، برای اینکه همیشه با ایشون دکتر عیادی بودن، سپهبد عیادی پزشک ایشون بودن. شاه مثل همه ما سالی چند بار میرفت دکتر خونه شاه، آزمایش میکردن، عکس میگرفتن، ولی نمیتونسته که اطلاع نداشته باشه. و دو مورد دیگه هست که حتما باید به اون اشاره کنم که شاه میدونسته. یکی دکتر فیلینگر بود که در وین زندگی میکرد، متخصص، یکی از بزرگترین متخصصان داخلی، بیماری داخلی بود که تمام رؤسای جهان اون موقع پیش ایشون میرفتن، از پادشاه سعودی گرفته تا رئیس جمهور فرانسه، برژنف میرفت، خدمتتون عرض کنم تمام بزرگان وقت میرفتن پیش ایشون، چون ایشون نابغه بودن و ایشون سالی یکی دو بار ایشونو میدید. امکان نداره دکتر فیلینگر به ایشون نگفته باشه که شما بیمار نیستین، منتها بیماریشون خیلی آروم پیشرفت میکرد. و سازمان های امنیتی کشورهای دیگه من جمله انگلستان، فرانسه، روسیه و امریکا از این موضوع طبعا مطلع هستن. وقتی رهبر یک کشوری بیمار میشه، حالا اگه در کشور خودش هم بیمار میشه، تمام حواسا جمع میشه، برای اینکه سیاست ها به این مسائل بسته است. موضوع دیگری که باز به همین مسئله مربوطه و روسا باش خیلی به این مسئله توجه داشتن، پادشاه گاهی اوقات میرفتن به رومانی، دکتری در اونجا بود به نام دکتر آنا اصلان که بعدا وزیر بهداری شد، ایشون یک آمپولی بود که سالی دو سه بار بیشتر نمیشد تزریق کرد. این آمپولو برای سرطان نبود، اما یک بیماری است که میتونه، یک به اصطلاح مداوایی است که میتونه جلوی پیشرفت زندگی سلول ها رو آروم بکنه، نه آروم بکنه، یعنی زندگی رو با آرامش ببره، جلوی سلول ها زودتر پیر نمیشن. آمپولش KH3 نام داشت، KH3 که الان در بازار به صورت قرص میفروشن، البته مطمئنن آمپولش اثرگذار بیشتر بوده. من یکی دوبارم در یوتیوب و جاهای دیگه دیدم که هیئت پزشکی بیماری برای بیماریشون، هیئت فرانسوی اومدن که درست بود، دکترای ایرانی هم توش بودن و در اون دکتر ایرانی که حالا اسم ببریم یا نبریم نمیدونم، ایشون فرمودن که ما میدونستیم و بهشون نمیگفتیم، تو وظیفه پزشک نگفتن، یعنی که بیمار چه تا به نظر من باید اگر چنین بوده است که تردید دارم. چرا اسم دکتر رو نمیگی؟
نمیدونم دکتر صفویان بله. دکتر صفویان بود از با تیم فرانسوی خودشون، ایشون در یک مصاحبه من شنیدم گفتن که ما اول به ملکه گفتیم بعد سعی کردیم که بعدا به ایشون چگونه بگیم، اما مطمئنم شاه چنین بود است، ولی شاه بیماری خودش اطلاع داشت. به نظر منم اگر چنین بیماری، اگر چنین وضعی بوده است، باید دکترها به ایشون بگن، چون شخص معمولی نبود، کسی بود که تمام نفت منطقه، کشور و به اصطلاح امنیت کشور و آنچه که در منطقه اتفاق میفتاد به ایشون مربوط بود، لذا در چنین شرایطی باید مطلب مطرح میشد. سوال دیگر، خریدهای بزرگ تسلیحات ارتش در کدام اداره ثبت میشد و اداره طرح و برنامه چه نقشی در این مورد ایفا میکرد؟ اداره پنجم هیچ نقشی نداشت، طرح و برنامه به این موضوع مربوط نبود، اما خریدهای بزرگی که میشد، آنچه که میتوان گفت اهمیت داره بزرگ بود، خرید میکردن، هر دو ماه یکی دفتری بود که اداره دوم میبرد پیش پادشاه و ایشون امضا میکردن، مثلا پاراف میکردن، چون چیزهای بزرگی که خرید میکردن ایشون باید تایید میکردن. به عنوان فرمانده کل قوا باید میدونستن. اون دفترم در همون یه صندوق مخصوصی بود در اداره دوم نگهداری میشد. اتفاقا شخصی هم که الان اون دفتر رو میبرد الان اینجاست، در امریکا زندگی میکنه. سوال من فکر کنم این دو سوال رو که اولی و این سوال مربوط به یه آدم باید فرستاده باشه. در روزهایی که به انقلاب نزدیک میشدیم، آیا گارد جاویدان به وظیفه خود عمل میکرد یا میکرد و آیا میتوانست در برابر فوج و موج مردم ایستادگی کند؟ خب وظیفه گارد جاویدان حفاظت از ساختمانهای کاخا بود با. چیز دیگه نبود و حفاظت از شخص پادشاه. ما یه لشکری که گارد داشتیم که از سربازهای معمولی بودن، منتباد قد بلند بودن و شرایط اینجوری داشتن، ولی یک به اصطلاح گارد جاویدان که از لشکری که گارد مجزا بود نزدیک به 1500-1800 نفر 2000 نفر بودن، اینا استخدامی بودن، یعنی اینا کادر بودن. وظایف اینا اصولا نگهداری از کاخا بود، یعنی و شخص پادشاه. طبعا اگه شرایطی پیش می اومد که اینا اگه اسلحه برمی داشتن می اومدن خونه بیرون تو خیابونا می خواستن با مردم برخورد کنن، در اوائل اون شروعی های اول شاید مسئله فرق می کرد، ولی وظیفه اینا این نبود، یعنی وظیفه شون فقط حفظ کاخا بود. 11 تا کاخ داشتن با. پس به وظیفه شون عمل کردن، به نظرم به وظیفه شون عمل کردن. در مورد جنرال هایزر مطلب فراوان است، هنوز بر اکثر نظامیان روشن نمی باشد چرا ایشان به ایران آمدند. خدمتتون عرض کنم هنوزم پیروزه در مجلات ایرانی در یا سایت های ایرانی من درباره هایزر می خونم و اینو با به کارتر مربوط میدن که کارتر اینو فرستاده بود، یا بعضیا میگن فرستاده. در اگه شما در ویکی‌پدیا نگاه کنید در اونجا نوشته مشخص نیست که اینو فرستاده بودن که یک کودتایی شکل بده یا اینو فرستاده بودن که جلوی کودتا بگیره. در حقیقت هیچ کدومش نبود. هایزر یه جنرال 4 ستاره نیروی هوایی بود، از معاون ستاد امریکا بود، در موقع اومده بود ایران برای اینکه تعداد زیادی از نیروهای امریکایی در ایران بودن و خانواده هاشون اینا را از کشور بیاره بیرون، و البته اسلحه مخصوصی هم بودن، مثلا تسلیحات مخصوصی هم بود که مال ایران نبود، مال امریکا بود، امریکا اینا میخواست بیاره بیرون که اگر هر حکومتی میاد و اگر حکومت دوستی نیست به دست اونا نیفته. همونجور که دیدیم این F4 که تفمای فانتومی که در ایران بودن، یه سیستمای رادار داشتن، یک سیستمای هدایت کننده داشتن که اونا رو از کشور بردن بیرون. لامپای هاگ داشتیم، لامپای رادار هاگ داشتیم که اینا رو وقتی گرم میکردن دو هفته طول میکشید که لامپا را بیافتن و اینا برای رادار بودن. دونه این 2-3 میلیون دلار بود، اونا رو آوردن بیرون، سیستم رادار آوردن بیرون. اتفاقا اگه این رادار رو نیاورده بودن بیرون در حمله که عراق به ایران کرد، شاید ما موفق تر بودیم در اون. ولی هایزر نه، برای این نرفته. خاطراتش هست، هنوز به چاپ نرسیده. پیش شخصیست به نام موریس که ایشون وزیر نیروی هوایی در زمان کارتر بود. چند تا کتاب هم درباره ایران نوشته، الان هم سنی داره و خاطراتش پیش ایشونه، شاید یه روز به چاپ برسه، ولی در خاطراتش چنین چیزی نیست که رفته بودم کودتایی بکنم یا کودتایی نکنم، یعنی اصلا بی خودی ارتباط دادنش. تانک های ایرانی
چند تا بودن و کارایشون در جنگ با عراق چگونه بود؟ تانک‌های ایران؟ بله، تانک‌های چیفتن ایران. چیفتن ایران. تانک‌های چیفتن ایران، خب اولا وقتی چیفتن اومدن ایران اشکال پیدا کردن، برای اینکه اینو چرا؟ برای اینکه وقت دفعه اول آوردن اینا قسمت کولینگش، قسمت خنک کنندش و اگزوسش مناسب ایران نبود. اینا رو برگردوندن، بعد وقتی درو شد آوردن. اتفاق نقش خیلی مهمی داشت در ایران. ما 1200 تا تانک چیفتن داشتیم، یه 700 تا تانک های کوچکتر که اینا در واقع درست توپ دارن و متصل دارن، ولی اینا در جلوتر میرن که به اصطلاح منطقه رو شناسایی کنن برگردن. اینا نقش خیلی مهمی داشتن، شاید 80% بار نیروی به اصطلاح موتوریزه نیروی تانک ما روی تانک های چیفتن بود. پوکه کم داشتن، گله کم داشتن، ولی خب در اون چند سال یاد گرفتن اینا رو درست کردن. تانک‌های چیفتن خیلی خوب عمل کردن بعد از اینکه درست شده بودن. یه نوع تانک‌های بنا بود به ایران بخره به نام شیر 1 و شیر 2 که در ادامه همین تانک‌ها بود که انقلاب شد اون رو نیوردن، فکر نکنم آورده باشن ایران. الان جمهوری اسلامی این تانک داره می‌سازه، درسته؟ بله. چه ارزش نظامی داره این تانک‌ها؟ ارزش نظامی در مقابل تانک‌های مثلا کشورهای پیشرفته جهان چیزی نداره. یک اتاقکی درست میکنن با فولاد، با یه توپ 55 میلی هم روش گذاشتن، ولی آنچنان در مقابل اینجور تانک ها چیزی نیست. یعنی در با یه اسلحه دستی رکول میشه این رو از بین؟ نه اون نیست، منتها خب تانک فقط وزنش مهمه، در شنزار میتونه حرکت کنه یا نمیتونه حرکت کنه، در اگه طوفان خاکی بیاد، بادی بیاد، آیا میتونه سیستم مثلا موتورش در مقابل این بادی که میاد تانک ها رو نگه داره یا تانک ها میتونه مقاومت کنه. اینجور چیزا هستش که مانوربیلیتیش باید مهم باشه، سرعت مهمه. تانک های ایران خیلی سنگینن، مناسب این جنگ های بیابونی نیستن. البته خب در مانور اینا استفاده میکنن و اگر به صورت توپخانه بخوایم اینا رو کنار هم بذاریم، چون تانک و گاهی اوقات به صورت توپخانه هم استفاده میکنن، زمینو میکنن، تانک ها رو میذارن اونجا، فقط توپش به جای توپخانه استفاده میکنه اونجوری. بله، ولی در سطح جهانی ارزشی ندارن. اصولا نیروی نظامی ایران در سطح جهانی امروز جای محکمی داره؟ برآوردی که کردن 28مین نیروی دنیاست. البته این برآورده هم متفاوته، به اساس اینکه چه سازمانی کی و در چه موقعیت انجام میده. چون تنها داشتن فرض کنید نیروی نظامی که شما صحبت میکنید تعداد کشتی و هواپیما و نفرات نیست، در عمل کرد یعنی کماند اند کنترل چجوری میتونه اینا رو از اینا بهره بگیری. از اینا مثلا جنگ ایران و عراق که شد در اون 8 سال، مشخصا جنگ مثل جنگ های 1815 مثل جنگ واترلو بود. تکنولوژی مثلا دانش امروزی در جنگ حکفرما نبود. نه خیر، چون برای اینکه اصلا نظامیان اون دوره که میدونیم کیا بودن دیگه. بله، اصلا خیلی بالا که مثل جنگ واترلو بود. بله، یعنی اینقدر نظر نظامی واترلو رو من منظورم نبود، ولی توانایی به کارگیری، فرماندهی، تصمیم گیری، عمل کرد، تدارکات، اینا نداشتیم دیگه. وقتی که یه کاری رو یه کسی که درش هیچ آگاهی نداره میخواد سرپرستی بکنه و فرمان روایی بکنه، همینطور میشه دیگه. کسانی که نه تجربه دارن، نه تحصیلش دارن، نه فقط به دلیلی که امکانش رو دارند راهنمایی میکنن، تصمیم گیری میکنن. ولی آقای حمامباد گفت بعد از این 8 سال، چون 8 سال تجربه بود، در این 8 سال تجربه خیلی به دست آوردن، یعنی این توانایی رو به دست آوردن، اون چرا نداشتن در این 8 سال آموختن، یاد گرفتن، فهمیدن که کمبودا رو چجوری برطرف کنن، فهمیدن چجوری میشه نیرو رو به جبهه رسوند، اگر یک وسیله قطعاتی علکشون ندارن، فهمیدن چجوری باید از خارج تهیه کنن یا خودشون درست کنن. یعنی این 8 سال جنگ مثلا عراق شاید 50 سال تجربه نظامی به ارتش نیروها به طور کلی داد. مثل کسانی که میرن به زندان میگن که رفتن دانشگاه زندان رو دیدن و تجربه گرفتن، اینا هم در جنگ تجربه گرفتن. تجربه بود، برای اینکه طرف مقابل ارتش قوی بود. یه سوالی دارم که شاید هم این برنامه زیاد مطرح نبود، ولی خب چون سوال شده مطرح میکنیم.
میگوید سازمان ترور مخالفان اسرائیل چه نام دارد و چگونه عمل میکند؟ اینا یک تشکیلاتی هست به نام متشبا در صورت لزوم از اینا استفاده میکنن. الزاماً هم همه نظامی نیستن، اینا افرادی هستن که تخصص در این کارا دارن. حالا نمیخوام مقایسه کنم که خنده‌دار بشه، ولی مثل جیمز باندن مثلا، اینا رو میفرستن ماموریت‌های خارج کشورهای دیگه و اینا میتونن عملیاتی انجام بدن. خدمتتون عرض کنم همین 3-4 روز پیش بود که پوتین به اسرائیل اخطار داد که این مامورا رو نفرستین برای کشتن فرمانده نیروهای قدس که در سوریه است، اسم مستعارش سردار آزاده، چون قبلی ها رو کشته بودن. اینا این کارا رو میتونن بکنن، یعنی به صورت عرب میرن اونجا لباس میپوشن یا بعد با تکتیر انداز یا وسیله دیگه این کار رو انجام میدن. جیمز باند های امروزی هستن. بله بله، من رو یکم ولی به این توانایی رو دارن، متشبا میگن. مرسی آی بانبان، من سوال دیگه ای ندارم. امروز قرار بودش که همونطور که خودتون تصمیم گرفته بودین راجع به 28 مرداد و واقعیت هایی که وجود داره صحبت بفرمایید. این شما و میکروفون و تماشاگران و بندم در خدمتتون هستم، به گوشم. خواهش میکنم. دلیلی که خواستم درباره 28 مرداد صحبت کنم، دلیلش این بود که وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که گروه ها و افرادی که اینجور مطالب رو می نویسن و تحقیق می کنن دیدگاه خودشون بی تأثیر نیست روی این مسائل. لذا برای اینکه یه خوب شناسی کرده باشیم، باید دهه های آغازین 1950 و میانه رو، آغازین و میانه رو بررسی کنیم که ببینیم چه اتفاقاتی مخصوصا در کشور ما رخ داد که منجر شد به 28 مرداد. و برای این مسئله به نظر من یک فرهنگ مستقل سیاسی می خواد تا این موزاییک رو بتونیم به جای خود بگذاریم. اگر این فرهنگ مستقل سیاسی بررسی رو نداشته باشیم، بررسی ها با ایزمای مختلف میشه. ما در اون موقع 6 تا نیرو داشتیم که دوتاشون تک رهبر بودن، شاه و مصدق، که الان خدمتتون میگم منظور از تک رهبر چیست. یکیشون نظامیان بودن ارتش که نهایتا در فضل الله زاهدی ختم میشه، و طرفداران روسیه، طرفداران انگلیس و طرفداران امریکا. منظور از تک رهبر در اینجا قصدم توهین کردن نیست. وقتی میگم تک رهبر، در فرهنگ، در تاریخ کشورمان از زمان کوروش تا امروز ایران رهبرانش تک رهبر بودن. تک رهبر همون واژه دیکتاتوره، منتها این دیکتاتور، ما اگر بخوایم واژه دیکتاتور رو به کار ببریم باید قوقا سالار به کار ببریم که قوقا سالار هم خوشایند نیست. اما وقتی نگاه میکنیم این تک رهبرایی که در کشور ما حکومت کردن، سه دسته، سه وضع و موقعیت داشتن همیشه و امروز هم چنین، در گذاشتم چنین بوده. یه دشون مثل رضا شاه بودن که هر تصمیمی که داشتن اجرا میکردن توجه به گفته های دیگران نداشتن، اما کسی نمیتونست به اینا دروغ بگه. اگر یک نفر که در اون اطراف بود میومد به رضا شاه دروغ میگفت، یا از پست برکنار میشد یا همونجا کتک میخورد، تنبیه میشد، یا به قول شما در بعضی موارد هم شنیدم که شخصا هم تنبیه میکرد. این یک نوع مثلا این قوقاسالار، این دیکتاتور این افکار رو در سرش داره که به این صورت میخواد، نمیخواد کسی به شکل بزنه. در شرایط دیگه فرزندش رو میبینیم، محمد رضا شاه رو میبینیم که بعد از وقتی که پدرشون میره در 1941 از کشور اخراج میکنن، ایشون جانشین میشن. به مرور شرایط کشور و اشتباه طوری شد که از تجربه پیشینی که مردم داشتن و کم کم به دربار نزدیک شدن، شاه باز کار خودشو میکرد، حرف خودشو میزد، دیدگاه خودشو داشت، البته مجلس و سنا و همه اینا بودن، اما کارشو انجام میداد. ولی کسانی که نزدیک میشدن، نه همشون، اغلبشون، ولی سعی میکردن حقیقتو نگن. در نتیجه درست برعکس رضا شاه بود، مردم رفتارشون درست برعکس رضا شاه بود که با محمد رضا شاه میکردن. گروه سوم هم مثل مصدق، مثل آقای خامنه ای، اینا یک چیزایی رو که میخوان در جامعه مطرح کنن مستقیم مطرح نمیکنن، اول یه حرکتی رو از یک سوی آغاز میکنن، منتظرن ببینن جامعه چه پاسخ میده. اگر پاسخ مثبت داد، در اون موقع به اسم خودشون ثبتشون، امتیازشون به اسم خودشون ثبت میشه، اگر نه که رد میکنن. دو مثال میخوام بزنم در این مورد.
مثلا در مورد آقای خامنه ای مثلا همین گفتگوهای اتمی رو هستی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، این اگر این گروهی که رفت صحبت کرد در این مدت هیچ خودمختاری نداشت، اختیاری نداشت، با اجازه رفته بود. منتها آقای خامنه ای میگه باید ببینیم چی میگن و چه گفته میشود و نهایتا هر چی گفتن اگر اشتباه در بیاد تقصیر اون گروه که رفته صحبت کرده و آقای روحانی محکوم میشه. اگر موفق بشن همه از نصایحی بوده که از ایشون دریافت کردن. یا در مورد آقای مصدق وقتی صحبت تگ رهبری میکنم، در 25 خرداد وقتی مصدق آقای سنجابی رو صدا کرد گفت بیا، اومد رفت خونه گفت فردا به احزاب صدا با رؤسای احزاب دستور بدین که مجسمه ها رو بیارن پایین. سنجابی گفت خب این کار مناسبی نیست و ممکنه عکس العملی داشته باشه. خب مصدق حساب کرده بود اگر عکس العمل بد باشه تقصیر آقای سنجابیه، اگر خوب باشه خب به نفع ایشون تمام میشه. این دست از ایشون اومده بود. این شکل چنینی هست که من اینا رو تک رهبر میگم. اما آغاز ماجرا چگونه آغاز میشه؟ این 28 مرداد باید برگردیم به ماه آگوست 1951. در تایمز لندن یک مقاله چاپ میشه به نام مستعار که در اونجا فردی جامعه ایران و جامعه اجتماعی ایران رو برای خواننده مجله تایمز توضیح میده. میگه جامعه ایران دو قطب به اصطلاح مقابل هم داره. یک قطب در قشر بالای جامعه است که دربار پادشاه خانواده های قدیمی ایران هستند که در تجارت هستند، نظامیان ارشد هستند، بخشی از سناتورها و بخشی هم از خدمتتون عرض کنم نمایندگان مجلس در اون طیف قرار دارن و مردم هم همینجور بعضی به اونا وابسته هستن. این طیف کوچکتریه. طیف دیگری که هست درست مقابل اینهاست که اینا نیهیلیستا هستن، اینا آنارشیستا هستن، کمونیستا هستن، مارکسیستا هستن و حزب توده هست که بزرگترینش که از طریق روسا حمایت میشن و اینا هر چه قشر اول میگه بگه و بخواد انجام بده اینا متقابلا در روی آنها خواهند واستاد. اما این جامعه ایرانو بیان نمیکنه. جامعه میانه ایران از همه مهمتره. جامعه میانه ایران که بین دو این قشر قرار داره و بزرگتر از همه اینا هست درد نان داره، شغل نداره، خونه نداره، نون نداره، فساد به خاطر اینکه حقوقا کمه فساد رواج داره، یعنی از پاسبان محله گرفته تا رئیس شهربانی همه باج میگیره. منتها این باجو میگن شیرینی. پاسبان نمیاد میگه به من باج بدین، میگه شیرینی بدین. همینجوری این مراحل هستش و آنچنان امیدی هم به آینده خودش نداره، آینده بچه ها نداره، امنیت پزشکی نداره، امنیت تحصیل نداره و ناامیده. این ناامیدی در یک مرحله رسیده که نمیخواد در به قطب به اصطلاح اون طیفی که گفتیم دست طیف راست باشه نه طیف چپ، به هیچ کدوم اینا نمیخواد به پیونده، این وسط هستش. ولی این قدرت رو نویسنده مقاله میگه، البته نامهش دو قسمت داره، یک قسمتش در همون تایمز چاپ میشه، یه قسمتش بعدن که الان در پابلیک رکورد آفیس انگلستان یعنی مرکز بایگانی در ریچموند اپون تایمز وجود داره. در اونجا میگه یک اینجا مسئله مطرحه که این ناامید گروه ناامید رو میشه امیدوار کرد. در ایران مسئله نفت هست. اگر بر محور نفت، نه اینکه تک رهبر، بر محور نفت این گروه جمع بشه، یک ارق ملی در اون چهارچوب ایجاد خواهد شد که امیدشون به یک چیزی خواهد بود که به کشورشون به مردمشون هستش. این یک دیدگاه کلی بود که این خانم این نویسنده مقاله رو در اونجا می‌نویسه. وقتی مقاله نویسته میشه در مجلس انگلستان این مسئله مطرح میشه، میخوام ببینن نویسندش کیه، چه طیف کارگر، حزب کارگر، چه لیبرال، چه به اصطلاح محافظه‌کار در این باره صحبت میکنن. کلمنت اتلی رئیس نخست وزیر وقت دستور میده که GIC Joint Intelligence Committee کمیته مرکزی اطلاعات که مجزا از سازمان امنیت کار میکنه، همه گروه های امنیتی و اطلاعاتی در اون نماینده دارن، میگه متن کامل رو بیارین و نویسندش که نویسندش حالا چه کسی بود؟ نویسندش خانمی بود به نام ان لامپتون، کاترین لامپتون که در جنگ دوم جهانی خانم لامپتون در ایران اتشه مطبوعاتی بود در سفارت انگلستان. این پست اتشه مطبوعاتی پستی که اصولاً MI6 داره در سفارت خونه ها، اغلب کسانی که سفارت های انگلیس، کسانی که در قسمت باجه ها میشنن و پاسپورت ها رو تمدید میکنن یا ویزا میدن، اینا MI5 هن، یعنی امنیت داخلی انگلستان هن و زیاد با خارج از سفارت کاری ندارن.
اما یک کسانی که به خارج از سفارت کار دارن، مثل مثلا نماینده مطبوعاتیشونه، نماینده کشاورزیشونه، نماینده فرهنگیشونه، اینا از MI6 هستن و سفیرم با هیچ کدوم اینا خوب نیست، منتها مجبور اینا رو تحمل بکنه. چرا خوب نیست؟ اصولا وزارت امور خارجه با سازمان‌های امنیتی زیاد رابطه خوبی در عملکرد نداره. اینا از یه دید دیگه نگاه میکنن و سیاسیون عزیزی کنی دیگه نگاه میکنن. خانم لمتون به زمانی که در جنگ دوم جهانی در ایران بود، در تهران بود، در ضمن زبان فارسی رو خیلی خوب میدونست، با ضرب المثل های ما ایرانی آشنا بود، تمام به اصطلاح آنچه که به ملا نصرالدین مربوط بود یک کتابچه درست کرده بود، یعنی با مردم در تماس بود، خانواده های بزرگ رو میشناخت، همچنین اصفهان رو خوب میشناخت. اصفهان رو خوب میشناخت برای اینکه اصفهان اهمیت خاصی برای انگلیسی ها همیشه داشته و دارد، چون ایل بختیاری اونجاست و ایل بختیاری حائلی برای یک روزی برای جنوب، نفت جنوب و غیره. بعد از اینکه این حائلی بوده، الان هم هست. بله، ایل بختیاری میشه همیشه استفاده هایی کرد. بله. این خانم لمتون در مشخص شد که چه کسی که این نامه رو نوشته و دوباره وزارت اطلاعات امنیت خارجه انگلستان MI6 دوباره اینو دعوت میکنه به کار، منتها در همون حد الان قرار گرفتیم. در سال 1951 که نفت ملی شده بود و اینا در ایران، یک برخورد سیاسی بین امریکا و انگلستان بر سر مسائل نفتی ایران بین این دوتا وجود داشت. انگلستان در اونجا سالها بود، انگلو ایرانیان اول کمپنی AIOC سالها اونجا رو اداره میکرد، اکثر نفتش مال اون بود، بخشش مال ایران بود، تصفیه‌خانه رو درست کرده بود، لوله کشی درست کرد، حس تملک داشت به نفت ایران تا یه حد حدودی، البته کارهای خوبی هم در همین مورد میکرد. امریکایی ها بعد از جنگ تازه وارد منطقه شده بودن، با عربستان سعودی تونسته بودن هماهنگی کنن، نفت اونجا رو اکثرش رو همون شرکت آرامکو که هنوز هم در اونجاست و شرکت های دیگه، شرکت هایی که وابسته به آرامکو بود، برداشته بودن و میخواستن که الان وارد ایران بشن. چرا در اون سال می‌خواستن وارد ایران بشن؟ برای اینکه وقتی که روس‌ها اومده بودن در شمال در 1946، یک سال بعد از جنگ، و حکومت مهاباد رو درست کرده بودن و بعد از حکومت مهاباد حکومت پیشوری رو درست کرده بودن، امریکا تونسته بود یک اقداماتی بکنه اینا رو بیرون کنه. هنوز خوشنام بود و امریکا به طور کلی با کلونی کردن کشورها زیاد به اصطلاح رابطه نداشت، چون خودش یه موقع کلونی شده بود. نخست وزیر وقت انگلستان کلمنت اتلی پیشنهاد میکنه به ترومن که بیایید الان که نفت ملی شده مشترکاً یک عملیات نظامی را علیه ایران انجام بدیم، منتها این یک عملیات خیلی برق‌آسایی خواهد بود، ما میاییم بعضی از پادگان ها رو خلع سلاح میکنیم در جنوب، کشتی داشتن در خلیج فارس، و پادگان پالایشگاه رو آزاد میکنیم، نفت ملی میکنیم. دولت ایران هم در شرایطی نیست که مقاومت کنه. این وسط هم یه چیزی به روسا میگیم که مثلا نفت شمال هم مال شما و شما میتونید اونجا هر کاری میخواییم بکنید. مثلا نسبتا امریکا شدیداً مخالفت میکنه، میگه ما با پیاده کردن نیرو در ایران در این شرایط هیچ موافق نیست. قابل فهمم بود البته. و کلمنت اتلی میگه من با دید شما موافقم، اما سازمان امنیت MI6، سازمان امنیت خارجه MI6 شدیداً اعتراض میکنه به کلمنت اتلی که شما دارین منافع ملی کشور ما رو به خطر میندازین و شما باید اقدامات خودتون رو انجام بدین، هرچند امریکا گفته نه. برای همین منظور بود که نماینده نظامی و سیاسی انگلستان در ایران میرن مشهد، میرن زیارت مشهد و در اینا به زیارت رفته بودن، هماهنگی کرده بودن که فرمانده خورپادگان خرمشهر و جنوب هم در اونجا باشه نیروهای ایران، و بهش میگن اگر ما در ایران نیرو پیاده کردیم از شما انتظار داریم که شما مقاومت خیلی کمی انجام بدین. البته اگر هنوز این کار انجام نگرفته، شاید ممکن چنین چیزی باشه، و می انتظار داریم مقاومت خیلی کم بشه که کشته زیاد نشه، در اصل ما از نفت بیایم قلقم میکنیم. اون فرمانده جنوب ایران هم میگه من موافقم، اصلا مقاومت ابتدایی خواهد بود و بعد از چند ساعت به اصطلاح مقاومت ظاهری من نیروهامو به پادگانا برمیگردونم.
انگلستان این مسئله رو موافقت میکنه. اما این عملیاتی که انگلستان انجام میخواست بده اسمشو گذاشته بودن باکنیر. باکنیر به معنی دوز دریایی، اسمشو به این صورت گذاشته بودن که عمل کنن. و در همین عملیات که همین عملیات باکنیر بود، یک موقعیت پیش میاد که خانم لمتنی که دوباره برگشته بود به اصطلاح سازمان امنیت کار با در سازمان امنیت انگلستان کار میکرد، با یک مامور امریکایی که در سفارت کار میکرد دیدار میکنه و میگه ما شرایط ایران الان وضع نابسامانیه، میدونیم شما نمیخواید نیرو پیاده کنید، اما باید ببینیم چه چیزی رو میتونیم اینجا انجام بدیم که این همکاری به یک نتیجه برسه، بتونیم یک ارزیابی بکنیم که منافع ما حفظ بشه. حالا در کلیات خانم لمتن پیشنهاد میکنه من یه معاونی دارم به نام دکتر رابین زهنر. حالا این دکتر رابین زهنر که بود اون موقع که ایشون اتشه بودن در سفارت انگلستان، اتشه مطبوعاتی، این معاونشون بود. و ضمن اینکه اینم بگم خانم لمتن بعد از جنگ جهانی دوم برگشت انگلستان، دکترا داشت در ادبیات ایران و در دانشگاه اورینتال افریقن استادیز که بخشی از دانشگاه لندن اونجا درس میداد. این زهنر، در دکتر زهنر در اون زمان ها رفته بود در رومانی، آدمی بود با عینکای ذره‌بینی، موهای ژولیده، لباس یه تاکسی هم همیشه داشت خودش که هر جا می‌خواست بره با تاکسی می‌رفت که شناسایی نشه. معتاد هم بود به تریاک و علاقه شدیدی هم به مشروب. عجب موجودات. ولی در کاری که میکرد تخصص داشت، توانسته بود در زمانی که اونجاست با دو نفر در دربار که با شاه آشنا بودن یا نزدیک بودن آشنا بشه، که یکی شاپور ریپورتر بود، سر شاپور ریپورتر، که اون واقعا با نفت ایران زیاد کاری نداشت. در تاریخ که میخونیم این بیشتر حفظ منافع هندوستان رو در ایران داشت. خودش از پارسیان هند بود، منتها در سوئیس بودن با پادشاه، از اونجا اومده بودن ایران. نفر دیگری که زیاد مطرح بود و در تاریخ ایران نقشی داره، نقش خیلی مرموزی داره، اون پرون بود. پرون هم با شاه در سوئیس بودن، با ایشون اومدن ایران، گاهی مشورت میکرد شاه با ایشون به خاطر اینکه آشنایی داشت با مثلا از قدیم. ایشون هم فیلسوف بودن، شعر میگفتن، البته فیلسوف که میگم یعنی درباره فلسفه صحبت میکردن، به اصطلاح فیلسوف اجتماعی نبودن. اسم بعدی هم داشتن چون معلوم نبود برای سازمان امنیت انگلستان کار میکنه یا برای سازمان امنیت سوئیس کار میکنه. با یک رابطه هم داشت با یک جوانی که در سفارت سوئیس کار میکرد، یکی از دبیر دوم یا سوم، که جوان 19 ساله با این رابطه داشت و اسم خوشنام نبود، یعنی گی بودش. اینو خوب این دکتر زهنر اینو خیلی خوب میشناخت و مطالعه میکرد رو این و اطلاعاتو که در دربار چه گذشت، چه گفتگو شد، اینو از اونجا اینا رو به اصطلاح به دست میوردن. بعدش هم خودش در 1960 مریض شد، سرطان گرفت در ایران، همون 60 که رفت سوئیس در همونجا یک سال بعدش فوت شد. خودش هم موقع 61 سالش بود. فرد دیگری که با دربار در اون موقع رفت و آمد داشت و به اصطلاح نقش کلیدی داشت نورمن داربیشای بود. نورمن داربیشای مسئول MI6 در ایران بود که سفارت اینو میشناخت، منتها با این همیشه در تنش بودن، سفیر با ایشون در تنش بودن. ایشون شاه میشناخت، گاهی شاه رو میدید با هم صحبت میکردن، اما روابط خوبی با ایشون نداشت. در پابلیک رکورد آفیس در انگلستان هستش که توصیه میکنه این که کنسول با شاه بره صحبت کنه در یه مورد به خصوص. این اصل نامش هست. شاه چون میشناخت شخصیت اینا رو، اینا رو میبره دوشنتپه سوار هواپیما میکنه و هواپیما رو مانور میداد، برعکس میکرد، پای میکرد، یعنی کاری کرده بود که این کنسول چین حرف نزنه. وقتی میاد پایین دیگه اصلا وقت حالش به هم بخوره. حالش به هم خورد. اون نامه هست در اونجا. یک گروه دیگه هم که این دکتر رابین زهنر با اونا در ارتباط داشت، خانواده‌های رشیدیان بودن. رشیدیان‌ها خانواده‌ای بودن اصولاً طرفدار انگلستان، یعنی در تاریخ مشغل پنهان هم نمی‌کردن، یعنی علناً می‌گفتن. سه تا فرزند داشت اون شخص، یکی سیف الله، قدرت الله و اسدالله. هر سه برادر سینما داشتن، تئاتر داشتن، بعد بانک هم داشت، یه بانک هم داشت. اینا ماهی 10-12 هزار دلار از انگلیسی ها پول میگرفتن، برای خودشون نه، برای اینکه پخش کنن به میان مردم. و گاهی هم پولای کلانتر میگرفتن، یعنی در اون بین 1951 تا 53 تقریبا اینا 1.5 میلیون
دلار پخش کرده بودن بین طرفداران خودشون و به اصطلاح پس محبوبیتشون رو با پول کس دیگری خریده بودن. توانایی هم داشتن، یعنی این توانایی رو داشتن که از این پول درست استفاده کنن. معمولا اصولا کسانی که میان این کارا رو میکنن کسانی که اصلا دستشون به دهنشون میرسه، برای اینکه نمیان یه آدمی رو که پول نداره بهش پول بدن بگن که پخش بکن به مردم یا محبوبیت به دست بیاره دیگه. درسته؟ اونو درست میفرمایید. بعضی ولی پولا رو برمی‌دارن فرار می‌کنن. خدمتتون عرض کنم در اینجا از تیمور بختیار میخوام یاد کنم، اونم مامور انگلیسی بود. نمیخوام بگم مامور انگلیسی، به خاطر بختیاری بودن و به خاطر اینکه پدرش از رؤسای بختیاری بود به انگلستان سمپاتی داشت، پولم میگرفت. اون موقع رئیس ژاندارمری بود. خب یه نسبتی هم با ملکه ثریا داشت، ثریا اسفندیاری با اینا در ارتباط بود. دکتر رابین زاهنر با یکی دیگه هم ارتباط داشت که کمتر ما دربارش میخونیم و اون سید ضیا بود. وقتی سید ضیا 1941 از ایران به اصطلاح گفتن باید پادشاه رضا شاه از ایران رفت و سید ضیا تابعی شد، سید ضیا رفت فلسطین. در فلسطین یه مدتی اونجا بود، بعد رفت افغانستان که دولت ایران اعتراض کرد که چرا رفته اونجا، این دوباره برگشت فلسطین. اما با توافق انگلیسی‌ها برگشت ایران در سال 1943 و در این مثلا ناهمانگی که نابسامانه دوران نابسامانه که بود، سید ضیا یک حزب درست کرد به نام اراده ملی. خودش اهل شیراز بود، در اصفهان نفوذ داشت، در تهران نفوذ داشت. همین زندان اوینی که امروز هسته زمینش مال این بود که در زمان شاه، در زمان محمد رضا شاه زمینش ازش گرفتن چون روابط زیاد خوب نبود. ولی این اراده ملی برای این بر نیامده بود که نیامده بود به ایران که با حزب اراده ملی به قدرت برسه، اومده بود که با طیف چپ بجنگه. افرادی هم که انتخاب میکردن اصولا، حالا اصطلاح قلچماق بگیم، کسانی بودن که در این اراده ملی کسانی بودن که در خیابون بزن بهادر این کارا بکنن. سوای این گروه، شرکت نفت انگلیس در ایران، انگلو ایرانیان اول کمپانی، خودش یک مرکز اطلاعاتی درست کرده بود در شرکت نفت و اعتقاد داشت سوای چیزهایی که دولت انگلستان میکنه، سوای کارهایی که سازمان امنیت میکنه، شرکت نفت آنچنان قدرتی داره که باید خودش در تصمیم گیری های برای سرنوشت خودش به اصطلاح توانایی اجرا داشته باشه. دو نفر بودن، یکی دکتر لاکارد بود، لارنس لاکارد بود که پروفسور بود، در باستانشناس و پروفسور و تاریخشناس بود. دیگری سدن بود. اون سدن ما در کتاب‌های فارسی زیاد دربارش خوندیم، ماجرای خانه سدن. اینا سعی می‌کردن با همکاری از مانورهای سیاسی از طریق مجلسین بتونن مسئله نفت رو به نفع انگلستان به خط برسونن. یه مقدارم پولم خرج می‌کردن در این مورد، یعنی به نماینده‌ها پول می‌دادن. البته دکتر مصدق میگوید به هریمن گفته بود که اینا 40 تا نماینده رو اصطلاح خریدن، در صورتی که چنین نبود. یکی از دلایلی هم که مصدق گفت مجلس رو بستم، میگه به خاطر این بود که تمام ماموران انگلیسی بودن. البته چنین نبود، مجلس رو داستان دیگه داره که بس. اون موقع 123 تا نماینده داشتیم، ایش مصدق میخواست این تعداد برسونه به 175 تا، مجلس رو بست. و حالا به خانه سدن حمله میکنن، پلیس امنیتی به خانه سدن حمله میکنه. گاه صندوقی داشتن که فکر میکردن توش اطلاعات زیادی، منفجر میکنن، خالی بوده، فقط لیست اسامی نماینده مجلس بوده، تمامی اسامی. خب این تمامی اسامی که جاسوس نبودن. با همه این حال اقامتش رو تو ایران قطع میکنن، میگه 3 روز بهش وقت میدن، 4 روز وقت میدن که باید از ایران بره. ولی 2-3 روز بعد پلیس امنیتی میگه خب آخه ما دلیل نداریم که اینو بیرون کنیم، دوباره اجازه میدم بمونه. فقط خواستم بگم که شرکت نفت هم خودش تشکیلات امنیتی داشت. لارنس لوکارد با نام مبدل و با لباس مبدل میرفت اصفهان و جاهای دیگه، میرفت دیدار داشت با آدمهای خوانین محلی، دیدار داشت و فارسی رو اینا سلیس صحبت میکردن. سدن نه، سدن خیلی دو سه کلمه میدونست و با لهجه انگلیسی، ولی لارنس لوکارد حداقل از من بهتر صحبت. خب ببینم، اینا اولا فارسی رو کجا یاد گرفتن و بعد وقتی میرفتش که زبون نمیدونست با مترجم میرفته دیگه؟ لابود نه، اولا لاکارد و زهنر اینا فارسی صحبت میکردن، خود مثلا لمتن استاد زبان فارسی بود. زبان فارسی رو خیلی دوستان یاد بگیرن و زبان شیرینیه و اگر اون کلید یاد گرفتن رو میآموزن دیگه لهجه هم به مرور برطرف میکنن. ولی آموزش زبان فارسی در سازمان‌های اطلاعاتی غرب یا شرق وجود داره، همونجور که در ایران در گذشته و امروز
به سازمان زبان‌های خارجی یاد می‌گیرن، همین در دانشگاه امام حسینی که الان دارن 4 زبان رو باید یاد بگیرن، یعنی 4 تا به جز عربی فارسی 2 زبان دیگه هست که باید یاد بگیرن، یا انگلیسی، آلمانی یا فرانسه، یکی از این زبان‌ها رو باید یاد بگیرن. آموختن زبان به اصطلاح یک زبان دیگه از واجبات تو کارهای امنیتی که اصلا لهجه نداشته باشن. یه نمونهش بگم، الان خیلی از ایرانی‌ها هستن که میرن ارمنستان مدتی اونجا زندگی می‌کنن، ارمنی رو خیلی خوب یاد می‌گیرن. خب اینا فردا پس فردا بیان گلندل یا جای دیگه برن، کسی نمیدونه اینا کی هستن چی هستن. این هست. خب یه ایده هم از این انگلیسی ها بودن که کسانی بودن مثل کاشانی و دوستان کاشانی که انگلیسی ها با اینا روابط خوبی داشتن. کاشانی خب روحانی بود، در مجلس بود، با مکی بود، بقایی بود، اینا این گروه ها رو انگلیسی ها حمایت میکردن، حمایت مالی میکردن. یه دهی هم بودن که انگلیسی، ما این مثال رو شما شنیدین که میگفتن نفتی های توده‌ای. بله. این نفتی توده‌ای در واقع واژه به کار گرفتنش اشتباهه. توده‌ای هایی بودن که انگلیسی ها به اینا پول میدادن که به عنوان پول توده‌ای ظاهر بشن و با گروه های دیگه در بیفتن. مثلا دو تا از این آدم هایی که حالا شما قلچماق فرمودین از اینا بودن به نام برادران لنکرانی. بله. که این برادران لنکرانی پول میگرفتن، هر کدام البته دو تاشون بزرگ برادری بزرگ بودن، یه برادر کوچیکتر هم داشتن که به اینا قاطی نمیشد، ولی اونا هر کدوم 30-40-50 تا از این چمادارا داشتن که به نام حزب توده همه جا رو میرفتن. مثلا در حقیقت توده‌ای نبودن، به نام فرصت طلب بودن، اگه بخوایم بهترینش رو بگیم. و این فرصت طلبا اسم توده رو مثلا بعد میکردن، همه میگفتن توده‌ای ها ریختن اینجا رو به هم زدن، آتش زدن، کار میکردن، به نانوایی ها حمله میکردن زیاد، چون کم بوده نون و از این چیزا بود. در این بین خانم لمچن با در یک نامه به نخست وزیر انگلستان مینویسه که در مورد مصدق و مسئله نفت یک فکری بکنیم به این صورت که ما میتونیم با مصدق همکاری کنیم در یه حدی، اما این همکاری ما به بن‌بست برخواهد خورد، چون روش و روندی که مصدق انتخاب کرده در کارش خودش برای خودش کلافی درست کرده که باعث برکناری از کارش خواهد شد. و توصیه کرد که اگر این فکر هست که با ایشون همکاری مستقیم داشته باشیم این کارو نکنید. گفت امریکا بذارین این کارو بکنه، چون کمتر آلوده است در مسائل ایران و از فاصله دور این کارو انجام میده، و ایران هم در ایران هم اصلا فکر ضد انگلیسی زیاده، ولی امریکا رو هنوز به یک نحوی میپسندن. اما بزرگترین آسیبای اقتصادی که در اون موقع، البته منظورم با مصدق یعنی با سیاست مصدق نه شخص ایشون، در اون موقع یک آسیب بزرگی هم به ایران رسیده بود، یعنی در بانک به اصطلاح شاهی تعطیل شده بود. بانک شاهی واقعا ستون اقتصادی ایران بود، یعنی تعطیلی بانک شاهی هیچ چیز موجهی نداره، دلیل موجهی نمیتونه داشته باشه، من که بگیم خب بانک انگلیسی بوده. این بانک وقتی که اعتبارش میان مردم طوری بود که وقتی که جنگ جهانی شد و نیروهای غرب وارد کشور شدن، مردم از بانک ملی پول رو در میآوردن، میآوردن بانک شاهی میذاشتن، در یک صبح 700,000 تومان، البته 700,000 تومان اون موقع زیاد بود، آوردن گذاشتن توی بانک شاهی. بانک شاهی وام هایی که به مردم میداد از روی محاسبه به خصوص میداد، یعنی میگفت برای تجارت چه مقدار به چه کسی بدیم، اینا رو محاسبه میکرد. بانک های دیگه با ارتباطات بود و دوستی و آشنایی که داشتن، و اسکناس هم چاپ میکرد. وقتی یه بانک شاهرت دیگه اسکناس چاپ نمیشد، ما میبینیم به قول خود مصدق میگه من 300 خروار پول چاپ کردم که مردم 2 سال نفهمیدن این پول پشتوانه نداره. اما چی بود این کار؟ باعث شد که اقتصاد بس وضع مالی ایران آسیب فراوانی ببینه. پس بستن این بانک همونقدر اهمیت داشت که بستن، وقتی که مصدق رفت در گفت که در مجلس صحبت میکرد، گفت ما اگر نفت رو ملی کنیم، یعنی شرکت نفت رو ملی کنیم، روزانه 300,000 لیر جلو هستیم. خب این اشتباهات رو از کجا پیش اومده بود؟ اطلاعات اشتباهی که به ایشون داده بودن که خودشون که از مسائل نفتی نمیدونستن. وقتی چنین شد ما دیدیم 2-3 ماه، و وقتی بهش توصیه کرده بودن که آقا چنین نیست که پول چنین نیست که به شما بدن، گفته بود انگلیسا که به ما کاری نخواهند کرد، اونا احتیاج به نفت دارن، ما که ملی کنیم تمام کشورهای عربی نفتش رو ملی میکنن. ولی دیدیم چنین نشد. وقتی این نفت ملی شد، پالایشگاه به اصطلاح بعد 3-4 ماه تعطیل شد، نزدیک به 40,000 کارگر ایرانی بدون کار موندن، نفت نه صادر میشد نه استخراج میشد،
مورد تحریم قرار گرفته بودیم و 4-5000 نفر نزدیک به 4700 نفر انگلیسی و استرالیایی و نیوزیلندی که در شرکت نفت کار میکردن اینا از ایران رفته بودن. یعنی وضع اقتصادی رو نه درست کردیم بلکه خراب شد. اما خب واژه ملی کردن نفت برای مردم عادی نخواست، عادی خیلی چیز مهمی بود و این یه تکیگاهی بود برای مصدق که این بار کار کرد در وهله اول، در وهله در مورد دوم بعد که میاد نخواست وزیر میشه اون دیگه اون کارو انجام نداد. آقای بانوان اشاره کردی که بانک شاهی بسته شد و شرکت نفت هم ملی شد و اینها رو هر دو رو به عنوان یک فاجعه عنوان کردی، درسته؟ بله، برای کشور هر دو فاجعه است. بانک شاهی که ما الان صحبت میکنیم الان بزرگترین بانک دنیا است، هنگ کنگ شانگهای بانکینگ کورپوریشن HSBC، اما بانک شاهیه. این بانک ستون فقرات اقتصادی ایران بود، یعنی تمام اون موقع نام 24 تا شعبه داشت قبل از اینکه تعطیل بشه، در 24 شهر شعبه داشت. تمام این به اصطلاح سیستم اقتصادی ایران با یک اصول بانکی درست انگلیسی داشت اداره میشد، البته مدیریتش ایرانی بود ولی خب در انگلستان هم یه مدیریت داشت که خط مش می‌گرفتن، ولی کارهای داخلی رو خود ایرانی‌ها انجام میدادن، تمام ایرانی‌ها انجام میدادن. و از بین بردن این بانک با اون شکل آثار خیلی خیلی سنگینی از روی اقتصاد گذاشت. تمام بی‌اعتبار شدن تجار بود، اعتبارنامه‌های بانک‌های دیگر رو قبول نمی‌کردن در خارج، این لتر آف کردیت که میگن اعتبارنامه برای وارد کردن جنس ارزش نداشت. شرکت نفت از یه طریق دیگه که ما بالاخره نفت میفروختیم، اون نفتم قطع شد. کشورهای عربی هم نفتشون رو که ملی نکردن برای اینکه دیدن نمیصرفه ملی کنن از بین میره. 40,000 کارگری که در اونجا نون میخوردن بینون موندن، اون چند هزار نفر خارجی که تکنسین ها بودن، مهندسین بودن، خب اونا هم اومدن از کشور خارج شدن. البته یه دیگه هم خارج شدن، یه تعدادی هم لیستی تهیه کردن خارج کردن، مثلا از دربار اشرف بنا بود بره یا های گالستیانی بود باید اون میرفت، یه درینجی رو خارج کردن از کشور اونایی که دوستدار انگلیسی بودن. ولی این اساسا تصمیم درستی نبود، ولی چون تصمیم گرفته شده بود به اجرا در آمده بود و مردم واژه ملی رو با یک دیده با عرق ملی نگاه میکردن اون وسط جامعه و در انتخابات دوران نابسامان بود، خب اهمیت خاصی داشت که مصدق با اینکه فهمیده بود چه اتفاقی افتاده سعی میکرد یک طوری با امریکا یا کنار بیاد که اونا جبران این مافاتو بکنن. من اجازه میخوام با تماشاگران یه مسئله رو مطرح کنم. خانم ها آقایان توجه داشته باشید، من میدونم که مسائلی که آقای دکتر بانبان دارن مطرح میکنن مسائلی است که شما بعضیاتون از نظر دیدگاه های شخصی خودتون 100% باش مخالف هستین و هزار گونه نسبت به آقای بانبان خواهید داد، هزاران مسئله رو بررسی خواهید کرد و میگید نه اینطوری نیست به دلیل علاقه و شخصیتی که داشتید یا اون پیش ذهنی ها پیشداوری ها و اطلاعاتی که قبلا داشتید فکر میکنید درسته. ولی آنچه را که آقای دکتر بانبان دارن مطرح میکنن من مطمئن هستم همش مستنده و ایشون بدون هیچ نظر، بدون هیچ قضاوت شخصی، ایشون دارای دیدگاه های شخصی هم هستن، بنده هم هستم، ولی به عنوان ژورنالیست وقتی میشینم اینجا سعی میکنم خونسا باشم و من مطمئن هستم که ایشون در این مورد خونسا هستن و عین حقایق تاریخی رو که ایشون بهش دسترسی داشتند دارن عنوان میکنن. خب پس ادامه بدیم. از بعد از اینکه بانک تعطیل شد، بانک شاهی تعطیل شد، شرکت نفت تعطیل شد، معاون خانم لمتونی که خدمتتون عرض کردم دکتر رابین زهنر به خاطر همون معتاد بودنش کم حوصله‌ام شده بود، بدون اینکه به خانم لمتون بگه درخواست میکنه که به نظر او بعد از یک بررسی که با مردم ایران یا گروهان و نهادها و انجمنهایی که در کشور هستن انجام داده، همه به این امیدن که یک نیروی قهرمانه به صورت ضربه حکومتی که کودتا باشه بیاد مثلا اوضاع رو در ایران درست کنه، که خانم لمتن اعتقاد نداشت به ضربه حکومتی. در اون ضمن رشیدیان ها هم یک مجزا خبر میدن که چنین نیست، چون رشیدیان ها تونسته بودن چه بعضی از روزنامه ها رو و بعضی از شبنامه ها رو داشته باشن. شبنامه خوبیش این بود که هرچی میخواستن می نوشتن بدون امضا، هیچ کسی مسئولیتی نداشت، هیچ کس نداشت. و کسانی که مثل مکی و کاشانی و آیت الله کاشانی اومده بودن در طیف همین برادران رشیدیان، گروه رشیدیان. در اون موقع یک اتفاقی افتاد که پیشبینی خانم لمتون درست بود.
دکتر مصدق وقتی اوضاع داره ناآرام میشه و نظامیان هم به اصطلاح بجز اون چند به اصطلاح طیفی که طرف خودش بودن تعدادشون هم زیاد بود، البته دید که ممکنه اوضاع از دستش بره، گفت رفت پیش شاه، درخواست کرد که نخست وزیر یا پست نخست وزیری در واقع باید فرماندهی کل قوا هم داشته باشه. پادشاه برمیگرد میگه پس میگه من چمدانمو بردارم از کشور برم دیگه، دفعه بعد نمیخوای. مصدق نه نمیگه، ولی اینجوری سرش اینجوری میندازه، یعنی توافق هم که این کار انجام بگیره و البته موافقت نکرد. مصدق بعد از اون جریان استعفا میده، به اصطلاح چون شاه گفته بود شما نمیتونید، تهدید میکنه به اصطلاح اگه من برم مثلا اوضاع به هم میریزه و اتفاقا اوضاع ناآرام شد. در اون موقع جولین امری که از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه انگلستان در پاریس بود، قوام میره ایشونو میبینه پاریس، دوبار دیدار میکنه باش در خونه خود جولیان امری، میگه من میتونم شاه متقاعد کنم که منو نخست وزیر بکنه، در جانشین مصدق بشم، اما حمایت شما رو میخوام. اونا میگن ما حمایت به اصطلاح شفاهی میتونیم بکنیم، ولی در دخالت در کشور شما اگه بخوایم بکنیم بگی نخست وزیر از اول، در این اوضاعی که اونجاست تمام این استخوان بندی به هم میخواهد ریخ، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی بدونید اگر رفتید و کاری انجام شد ما نخست وزیر شدیم ما شما رو حمایت. این البته یک تریک خیلی ساده سیاسیه که کشورهای غرب هر کی رو که ببینن این حرفو میزنن که ما از شما حمایت میکنیم. وقتی که شاه با اینکه با قوام روابط خوبی نداشت قبول کرد که قوام بیاد نخست وزیر بشه، و وقتی که قوام اومد خواست نخست وزیر بشه، توده ای علیه مصدق در اومدن، یعنی بلافاصله طیفشون به اومد به طرف قوام. قوام گفت که نارامیای در شهره و من نمیخوام نیروی پلیس و اینا رو به کار ببرم. شاه گفت نه، هر کی نظم به هم میزنه شما نیروی قهرانه به کار ببرید، و نیروی قهرانه باعث شد که یه عده کشته شدن و مصدق از جایگاه از پایگاه خود از جایگاه خودش اعلام کرد دیدیم در نبودن من این مردمو دارن میکشن. البته یه عده میگن کشته شدن، تعداد زیاد نبود ولی کشته شدن. طوری بود که قوام مجبور شد از خودشو بازنشسته کنه، استعفا بده، نه بازنشسته کنه، از کنارگیری کنه. در اون موقع ورنون والتر یکی از اشخاصی که برای شرکت‌های آمریکایی در ایران با شرکت‌های نفتی ایران، شرکت نفت ایران در گفتگو می‌کرد و عضو سیاسی هم بود، البته عضو جوز بود، بعداً ورنون والتر اومد یک عضو ارشد شد، گفت که در این نارمی‌هایی که من می‌بینم، این مسئولین چه در طیف راست چه در طیف چپ چه نظامیان خیلی پراکنده افکارشون، و اگر به یک اینو جمع‌بندی نکنیم نه تنها اینا کشور چند پاره میشه، دوباره روسا وارد خواهند شد و به اصطلاح ماجراهای کردستان و آذربایجان به وجود خواهند آورد، لذا ما احتیاج داریم که جانشینی که باید بیاد، حالا هر کی باید بیاد، یک نیروی نظامی باشه. این در فکرش بود و در اون موقع سپهبد فضل‌الله زاهدی با امریکایی‌ها در تماس مستقیم نبود، البته یک ارتباطاتی بود به صورت غیر مستقیم، ولی خودش کار نمی‌کرد. ایشون افسر لایقی بودن، خانواده ایشون همیشه نظامی بودن، خانواده زاهدی به جز پسرشون اردشیر زاهدی که الان در خوشبختانه در قید حیات در سوئیس هستن، و زاهدی خوشنام بود چون کسی نتونسته بود بگه این باج گرفته، کسی نتونسته بگه این آدم نادرستیه، و در وطن جنگ کرده بود چندین بار در زمانی که هنوز قاجارها بودن، این در جنگ‌های سیمیتخو و در جنگ‌های کردستان همه جا شرکت کرده بود، نشانه ذوالفقار رو داشت. جنگ جهانی دوم که آغاز شد و انگلیسی اومدن ایران، یه دره گرفتن تبعید کردن، یه دره زندانی کردن، مثلا شریف امامی رو گرفتن به عنوان آلمانوفیل، آریانا رو که اون موقع سرنگ منوچهری بود اونو تبعید کردن به عراق، ایشون هم در اصفهان بود، اومدن ایشون هم در اصفهان گرفتن که اصفهان شهر شلوغ شد، گفتن وا این یک افسر وطن پرست شما گرفتی، ولی انگلیسی‌ها گفتن برای حفظ جانشون ایشونو تبعید می‌کنیم. حالا شما ببینید حفظ جانشون تبعید کردن. زاهدی اصولا مخالف کمونیستا بود، یعنی سپهبد زاهدی که بعدن شد سپهبد، موقع سرلشکر بود، فکر کمونیستی رو قبول نداشت. با انگلیسی هم خوب نبود، برای اینکه میگفت انگلیسی ها در ابتدا و در انتها فرق نمیکنه، همیشه هستن ولی منافع خودشون رو حفظ میکنن، ولی به ما یه منافعی میرسونن. با همه این حال هیچ به اصطلاح در مقایسه تطبیقی نزدیک به روس و کمونیست ها نمیدونست، خیلی بهتر از اونا میدونست، ولی با اونا رابطه ای نداشت. به اون صورت
در این بین خودش تشکیلاتی را به اصطلاح ایجاد کرد به نام کمیته نجات وطن، که درباره کمیته نجات وطن که در باشگاه افسران شکل گرفت بعداً خواهیم گفت. انگلستان به وزارت خارجه انگلستان سعی میکرد که با مانورهای سیاسی که در مجلس داره این مشکل نفت رو حل بکنه. سازمان امنیت اعتقاد داشت که این مانورها به درد نمیخوره، برای اینکه نفوذ روسا در مجلس کم نیست، نفوذ دکتر مصدق در اونجا کم نیست و اگر طرح نظامی نباشه این وسط کار نتیجه نخواهد داد. ببخشید، سازمان امنیتی که اشاره کردید منظورتون ساواک نیست؟ سازمان امنیت اون ساواک بعد ساواک بعد از این ماجرا وقتی امریکا نفوذش رو در ایران زیاد کرد، هم سیستم ارتشش رو عوض کرد و گفت برای جلوگیری از پیشامدهای شبیه 28 مرداد و 26 و 5 مرداد یک تشکیلات امنیتی درست کنه که اداره امنیه‌ای که سابقا اداره امنیه بود تبدیل شد به ساواک، یک سرهنگی به نام سرهنگ مید به نام مید با 4 نفر دیگه از سیایی اومدن اون رو درست کردن. یک سال بعدم موساد اومد که اصلا خراب کرد، یه چیز دیگه کاملا درست کرد که اصلا دیگه سازمان امنیتی نبود، یه چیز دیگه بود. دولت مصدق در بیم و حراس بود که نظامی ها یه کاری نکنن، برای این دستور داد 85 تا یا 86 تا از افسران ارشدی که در ارتشن اینا رو دستگیر کنن، من جمله زاهدی رو. زاهدی رفت مجلس، بعد از مدت مجلس بود، مجلس که بسته شد فرار کرد خونه یکی از آشنایش قایم شد، ولی بقیه رو گرفتن، 85 نفر رو فکر کنم گرفتن. این 85 نفر گفتن جرم ما چیه؟ خب ما رو گرفتیم، به چه جرمی گرفتین؟ گفت شما کرنشتون نسبت به فرمانده کل قواست. خب اینا گفتن خب فرمانده کل قوا وظیفه نظامیش که به فرمانده کل قوا کرنش داشته باشیم، ما که به امریکا و روس و نمیدونم انگلستان کرنش نداریم، به پادشاه کرنش داریم. با همه این حال اینا رو گرفتن که فرماندهی این به اصطلاح پستایی که خالی میشه افرادی رو بذارن، نظامیانی رو بذارن که موافق مصدق باشن، چون حرف آخر رو در اون زمان نظامی ها میزدن. و البته وکیل گرفته بودن اینا، یه دشون رفتن زندان، یه دشون خونه نشین شدن، یه دشون تبعید شدن، یه دشون فرار کردن رفتن. حالا در اینجا مسائلی پیش اومد که به مرحله دوم به کودتا نزدیک داریم میشیم. در این میانی که نظامیان، یه عده از این نظامیان که هیچ کار نمی‌کردن در بین خودشون صحبت می‌کردن که ما این نظامی پیدا کنیم اگه بخواد ضربه حکومتی بزنه انجام بده کودتا بکنه، ما طبیعتاً طرف اون می‌ریم، چون الان دیگه مسئله شاه و مصدق و انگلیس و روس و آمریکا نیست، کشور ما داره چند پاره میشه، یعنی اساساً این مسئله میشه. روس هم اومده بودن متوجه شده بودن که الان چاره‌ای جز این ندارن که کنار بکشن، فقط توده‌ها رو تقویت کنن اما محرمانه در ارتش نفوذ کنن، و این نفوذ رو به طوری به قدر زیاد کرده بودن که امیدوار بودن که یک ضربه حکومتی بشه، ناموفق بشه، نیروهای شاه و نیروهای مصدق که دو نیروی متضاد هستن اینا با هم دیگه بجنگن و بعد از این وضعیت کمونیستا بیان وسط. یه افسری رو به نام عبدالحسین عباسی رو میگیرن، یه سروانی رو میگیرن که مثلا کیفی داشته در دستش و این کیف اسامی 500 افسر ارتش در اونجا بوده. البته این اتفاقی نیست که اینو میگیرن و خدمتتون عرض کنم بچه ها دارم فیلم های زمانه رو پخش میکنن. در این مدت که این 500 تا افسر رو اسامی در میاد، این افسر رو که گرفته بودن ابوالحسین عباسی رو انگلیسی ها توصیه کرده بودن به پلیس، گفته بودن در چه خیابانی خواهد بود، گرفتن. تو اون لیستی هم که داشت چیزی نبود، منتها بعد از باجویی ها لیست 500 نفر رو اصطلاح پیدا کردن. یه مورد دیگه این هم هست که خیلی مهمه و الان امروز هم خیلی اهمیت داره که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی روش کار میکنن، وضعیت اقتصادی ایران بود. اون موقع رؤسای بانک‌های ملی و بانک‌های ایران گاهی میرفتن به بانک جهانی و جاهای دیگه که پول خرج کنن، در ضمن درباره اوضاع پولی صحبت کنن. در مسیری که حرکت میکردم، اصلا یه موردش فقط بگم، ابتهاج که وقتی که معاون بانک ملی بود از ایران رفت لندن، از لندن بیاد نیویورک، در این بین که در 3 روزی که در انگلستان بود این اطلاعات کاملی از وضع اقتصادی رو داشت. دولت پول نداره، ارتش پول نداره، شرکت نفت پول نداره، پول بدون پشتوانه چاپ میکنی. خب این ضعفایی که دولت ایران داشت به اینا گفته بود. همچنین وقتی به امریکا رفت این مطالب به امریکایی هم گفت، تا این دوتا از هم خبر نداشتن که هر دو میدونستن وضع اقتصادی ایران به چه صورته. در اون موقع یه صحبت هایی هم شد که
متاسفانه بعد از درباره 28 مرداد این مسئله رو بی‌نهایت بزرگ کردن. ماجرای کرمیت روزولت. کرمیت روزولت درسته مسئول میز CIA در خاورمیانه بود، اونم به خاطر اینکه یک فامیلش مثلا عموش رئیس جمهور بود. دو نفر دیگه هم البته باش بودن، یکی یه اکادمیسیانی بود به نام دونالد ویلبر که این جامعه شناس بود، خوب و بد جامعه ایران رو میشناخت، و دیگری هم یک برنامه ریز یا فعال سیاسی بود به نام مایلز کاپلند. این سه تا اول در بیروت بودن، بعد اومدن در ایران، فعالیت محدودی داشتن. کرمیت روزولت وقتی کتابش رو نوشت آنچنان نوشته که اگه ایشون نبود کودتا نمیشد. این کودتا رو کودتای 28 مرداد و یا واقعه 28 مرداد و همه بستگی به خود این داره، چنین نیست. این اضافه گویی زیاد کرده. درباره خانومی هم باید صحبت کرد که کمتر صحبت میشه. این خانم امریکایی بود، بهش میگفتن گربه، یعنی کاترین بود اسمش، فقط قسمت اول نامش به نام کات میگفتن. این خانم مثل خانم لمچن آشنا بود با ایران، هفتیر میبست، خیلی فعال بود، با روحانیان در اون موقع در ارتباط بود. روحانیان همیشه در طیف راست بودن در اون موقع، به اصطلاح با کمونیست‌ها اینا نبودن، در طیف راست بودن، با اونا در ارتباط بود، از اوضاع با خبر بود و گزارش‌هایی که میداد همه این گزارش‌ها به اصطلاح دقیق در اومد. در این موقع پس از این هماهنگی اصولی که بین امریکا و انگلیس پیش اومد و اینا یه پیام غیر مستقیم به وسیله عوامل خودشون به گروه کمیته نجات ایران دادن که ما آمادگی داریم که افراد ما اگر شما کاری انجام بدین، یعنی آقای سپهبدزاده اگه کاری انجام بده، کودتایی بکنه، کاری بکنه، هر کاری بکنه، اینا در کنار خواهم بود. اما این گروه کمیته نجات که من میگم آدمای بزرگی توش بودن. حجازی بود که بعد شد ارتش بود، هدایت بود که بعد شد ارتش بود، عرفه بود، عرفه یه خانواده، عرفه 5 تا پادشاه رو خدمت کردن، یعنی خانواده قدیمی نظامی هستن. خود تیمور بختیار بود که فرمانده ژاندارمری بود، اویسی بود که فرمانده تانک بود در تهران، تنها فرمانده تانک در تهران بود، گیلانشاه بود، فرمانده زرهی کرمانشاه بود، البته بجز اینا آیت الله کاشانی بود، بقایی بود، مکی بود، اینا قسمت اسلام روحانیان بودن، بازاریان بودن، تجار بودن که پول مردم به اینا گروه میدادن که اینا این فعالیت رو بکنن. یه دم البته تو زندان بودن که اون در گیری های زندان اینا تونستن آزاد بشن و به این گروه کمیته نجات وطن بپیوندن. در این موقع یه اتفاق افتاد، هنوز کودتا انجام نگرفته بود اما این گروه آماده کودتا بود. فضل الله زاهدی میره پیش شاه و جریان رو میگه که این نیرو آمادگی داره این کارو بکنه و ما میخواییم چنین چیزی رو بکنیم. شاه مردد بود، ترس داشت، ترس از مصدق داشت، چون مصدق به سفیر امریکا سابق گفته بود اگه منو بخوان از کارم معذور کنن من کنار نخواهم رفت، و امریکایی‌ها به شاه به اصطلاح پیام داده بودن که چنین چیزی هست. با اکراه و با نارضایی و با شاید کمی بخوام بگم با ترس، یک فرمان عزل مصدق رو صادر میکند، یکی هم حکم نخست وزیری فضل الله زاهدی رو. خودش هم با ملک ثریا سرهنگ خاتم که بعد شد ارتش بود خاتم، میرن شمال کلاردشت، منتظر بودن چه میشه. در کتاب هاست که نصری با 2 ماشین سرباز و جیپ و اینا نصف شب میره خونه مصدق، چنین نیست. نصری با 2 سرباز فقط میره، 2 ماشین نه، 2 سرباز میره اونجا، درو میزنه 20 دقیقه به اصطلاح نیمه شبه، میگه که این نامه رو آوردم، حکم آوردم و از شما پاسخ میخوام که نامه رو به شما تحویل دادم. اون موقع سرهنگ ممتاز محافظ خانه و شخص مصدق بود، میگه مصدق خوابه، ما نمیتونیم بیدار کنیم. میگه در صورت بیدارش کنید، این واجب امر است، امر ملوکانه من آوردم. میره تو به مصدق میگه، مصدق به ریاهی تلفن میکنه، ریاهی رئیس ستاد بود، ریاهی به ممتاز میگه بگیرین چیزو به اصطلاح نصیر رو بگیرین. در اینجا خب موافقان شاه و موافقان قانون اساسی میگن خب مصدق مجلس رو تعطیل کرده بود، سنا رو تعطیل کرده بود، شرکت نفت رو تعطیل کرده بود، بانک شاهی تعطیل کرده بود، الان حکمی که شاه صادر کرده و عزلش، چون انتصابش هم از طریق شاه بود، عزلش هم صادر میکنه، این قبول نمیکنه و اون کسی که پیام آورده اونم زندانی کرده، یعنی این یاغیگریه،
یعنی اصلا حکومت داره عوض میشه. در این موقع اتفاقات دیگه هم میافتاد که چرا رئیس سپا... ریاهی دستور میده که این خبر این کسی که نامه رو آورده رو بگیم نصیری رو مصدق به ریاهی تلفن میزنه، ریاهی به ممتاز دستور میده اینو بگیری، برای اینکه ریاهی هم در رئیس ستاد انتخاب اون رئیس ستاد به وسیله چی شده بود؟ مصدق شده بود. در این موقع یک مطلبی هست خیلی مهم، رادیو بی بی سی هر شب نزدیک 12 که میخواست بشه میگفت اینجا لندن است، بعد اینجا نیمه شب لندن است و اخبار رو اعلام میکرد، اخبار روزو. پیام کد برای افراد مثل رشیدیان و برادران رشیدیان و کسانی که طرفدار انگلیس بودن و گروه هایی که میخواستن عمل کنن برای شب 28 مرداد این بود که پیام اینجوری از رادیو بی بی سی خواهد اومد، اینجا درست نیمه شب لندن است. دیگه یه درست اضافه کرده بودن، یعنی به جای که اینجا نیمه شب لندن است اخبار چه این رشیدیان اینا وقت چیکار کنن؟ که عملیاتو شروع کنن. عملیاتی که حالا به خودشون مربوطه در قسمت هایی که اون گروه هایی که وابسته به انگلیسن انجام بدن. این علامت به اسم فرمان حرکت بود. وقتی هم که شاه خبردار میشه که نصیری رو گرفتن، از همون کلاردش پرواز میکنه. وقتی هم که میخواد سوار هواپیما بشه، پدر همین کامبیز عطابای که الان کامبیز عطابای مباشر ملک فرح هستن در اونجا بوده، ایشون هم میگه من شما بریم، منم اینجا تنها بمونم چیکار کنم؟ ایشون سوار هواپیما میشین، چارتایی میرن اول عراق. در عراق که میرن سفیر ایران نمیاد دیدارشون و این سفیر عراق کسی بوده که دستبوس و پابوس شاه بود، که یه مقامی بهش بده، شاه اینو مقام سفارت در عراق داده بود. البته دولت عراق از جان پذیرایی از پادشاه پذیرایی میکنه در پاویلون مخصوص، بعد از اونجا پرواز میکنن به روم. در روم هم بهشون خبر میدن نرین سفارت ایران، چون سفیر ایران شما رو قبول نخواهد کرد، میرن در یه هتل. در اون موقع همین وزیر امور خارجه دکتر مصدق به اصطلاح فاطمی که مخالف خود طبعا شاه بود، در روزنامه‌ای به نام باختر امروز که تقریبا حرف مصدق میزد یا گروه جبهه ملی رو میزد، در اونجا اعلام میکنه که شاه خائن از کشور رفته و ما لازم است که حکومت رو عوض کنیم، نظام رو عوض کنیم. و همون موقع شایگان شعارهایی در دم مجلس میده، زیرکزاده شعارهایی در دم مجلس و جاهای دیگه که طرفدارانش بودن میدن، مجسمه های شعار دارن میارن پایین و شاه دیگه مطمئنه که دیگه به ایران بر نخواهد آمد. زاهدی با عملیاتی که انجام میده با این کمیته نجات وطن کودتا رو انجام میدن. این نیروها رو حالا وارد جزئیات اون کودتا نمیشم چون دیگه جنبه نظامی ماجرا است، ولی از 25 مرداد که دستور داده بود مجسمه های شاه پایین بیارن تا 28 مرداد اتفاقاتی افتاد که بالاخره منجر شد به تسلیم شدن مصدق. مصدق البته سربازاش در اون خونه دفاع کردن، خیلی هاشون هم کشته شدن، مردم هم ریختن خونه‌هاش رو غارت کردن، اینا همه بوده، تردیدی نیست. بعدش هم خودش میرفت منزل امینی که بعد شد نخست وزیر. بله. امینی بعد اتفاقا لباس خوبی هم تنش نبوده، از امینی لباسی میگیره، تسلیم هم میشه، بعد میره دادگاه. ماجرای دادگاهش هم که مشخصا هست که چه بوده است، که مثلا با فرمان عزل مصدق و انتخاب زاهدی. اما زاهدی که نخست وزیر میشه، زاهدی این قدرت رو داشت که همون موقع اعلام جمهوری کنه، حتی به پسرش هم میگه که اگر من این قدرت رو داشتم، چون محبوب مردم بود. یعنی وقتی اینا میرن مرکز پلیس میخواستن بگیرن، ایشون بوده، پسرشون بوده، با یه نفر دیگه پیاده داشتن میرفتن تو انبوه چند هزار نفری مخالفین و اینا میرن دم شهربانی، همه با مسلسل روبروی اینا وایسادن. وقتی ایشون رو میبرن دیگه تفنگا میاد پایین و ایشون میاد تو. یه عکس معروفی هم هست که بازوش پیرنشو باز میزنه بالا و شروع میکنه فعالیت کردن. فضل الله زاهدی با کمترین خطری که ممکن بود مردم رو تهدید کنه، یعنی کمتر از 300-400 نفر بیشتر کشته نشدن توی ماجراها. گروه های دیگه هم بودن، فدایان شاه بودن، گروه های مردمی دیگه بودن، انجمن های مختلف بودن، انجمن جوان مردم بود که باهای همون شبان بختیار گروهش بودن، از این گروه ها بودن که قاطی این ماجراها بودن. اما اصل مهره اصلی که انقلاب رو درست کرد، نه امریکا بود، نه روس بود، نه نمیدونم انگلستان بود، اون که تونست با بازوی اجرای نیروی قهرمان حکومت عوض کنه، فضل الله زاهدی بود. فضل الله زاهدی مرد وطن پرستی بود و یک سال در اونجا نخست وزیر شد. شاه از ایشون خوششون نمیاد، برای اینکه مرد راسخی بود. نمونش بگم،
دلایل رفتنش رو اعلام نمی‌کنن چرا رفت سوئیس، ولی مثلا آمریکایی‌ها اومده بودن گفتن باید این اسلحه رو از ما بخرین، خب شما گفتید می‌خرید، زاهدی میگفت اینا رو نباید بخریم، این به درد ما، باید ببینیم به درد آب و خاک ایران میخوره، آب و هوای ایران میخوره، تکنسنای ما میتونن از اینایی که خریدیم استفاده کنن یا نمیتونن استفاده کنن. لذا پاسخگو بود با و عوام انصاری هم بودن در اون دوره ور که گاهی میمدن حرفای به اصطلاح زهرآگین میزدن به کسی که واقعا تاج بخش بوده است. در اون موقع هم وقتی که میخواست از ایران بره، همه اومده بودن فرودگاه نظامی ها، تیمسار کوپال اومده بود، نمیدونم امینی مقصد نیومده بود، ولی بقیه هم خیلی اومده بودن. این وقتی که میرفت سوار هواپیما شد، میدونست که ایران بر نمیگرده، گفت من میرم برای استراحت و رفت در سوئیس مود و ایران بر نگشت، با یک به اصطلاح آزردگی از ایران رفت. و اهمیت کاری که ایشون کرد برای در اون دوره، حالا نمیگم طرفدار شاه باشه یا مخالف شاه، کاری که کرد یعنی ایران رو که داشت چند پاره میشد یک پارچه کرد، این توانایی نیروی به اصطلاح نظامی رو داشت که تونست یک پارچه کنه و نظامی ها رو دوباره بتونه وادار بکنه که اقداماتی بکنن، این خودش یگانه است که هیچ وقت نه امریکا نه انگلستان نه روسیه در این فکر بودن. بعدش هم همون موقع که به اصطلاح از ایران میرفت با یک قهری رفت و میدونست که حداقل 20-25 سالی امنیت ایران در ایران امنیت رو قرار داده و داره از کشور میره. چطور فضل الله زاهدی پولی که خرج کرد بازاریا داده بودن یا این شعارهایی هستش که فلان که سگ از آمریکا اومدش با اینقدر پول نقد؟ و ببینید اولا آنچنان پولی که صحبتش هست ما فقط در افسانه ها شنیدیم، مخالفان اینو میگن، موافقان هم از هر کی پرسیدیم، هر کی تو اون جریانات بوده، حداقل اونایی که دخیل بودن از پول سراغ ندارن. من با فرض کنید با کسی که تانک برد به طرف خونه مصدق، چالا امیرخانیان بود اسمش، گفتم خب چی گرفتی در این ماجرا؟ گفت وقتی که بعدن اعلی وزیر دربار بود دیگه، اعلی بعدن گفت شما چی میخوایی؟ من یه دونه معاوضه شیر خوشید نشان خواستم. گفتم اون یکی که حالا اسم نمیبرم دیگه چی خواست؟ گفت اون یک مغازه داشت قسطش نداده بود گرفت. یعنی پولی به اون صورت که ما میگیم میلیون ها خرج نشد، پولی که خرج شد روسا از همه بیشتر خرج کردن که در این باره صحبت نمی کنن. روسا هم 500 تا افسر رو خریده بودن. روسا حزب توده ببینید 14000 عضو داشت. درست بود، درسته که قانونا ممنوع به اصطلاح فعالیت بودن و حتی در زمان مصدق رسما دیگه وجود نداشتن، زیر زمینی بودن، ولی 14000 تا عضو اینا نگه می‌داشتن و 34000 نفر هم به اصطلاح اون زمان جیره خور اینا بودن که اینا وقتی میادن خونه 34000 خیابون 34000 نفر آدم میومدن. خب روسا خیلی پول خرج می‌کردن برای اینکه در بلند مدت روسا می‌خواستن جایگزین به اصطلاح انگلستان در اونجا باشن. با همه این حال این اتفاقاتی که افتاد، ما میدیم که این ملی شدن به ما آسیب رسون. نهایتا ما جریمه دادیم به انگلو ایرانیان اویل کمپانی اون موقع، و به جای اینکه اون موقع یه شرکت در ایران بود نفت استخراج میکرد، ما اومدیم 8 تا شرکت کنسرسیوم آوردیم، پولی عاید ایران نشد، چیزی عاید ایران نشد. این تنش هایی که این تک رهبران در اون موقع داشتن و دیگران که از این فرصت ها استفاده کردن، و در فرهنگ کشور ما تک رهبری اجازه نمیده که ما از مشاوران و از کسانی که دور بر هستن بهره بگیرن، سود ببرن، نظر بپرسن و فقط تایید میکنن، همیشه به مشکل روبرو هستیم، همونجور که الان در ایران با این مشکل روبرو هستیم. شما در نظر بگیرین کدوم فرمانده نظامی ما میتونه به آقای خامنه‌ای بگه آقا این کاری که میکنی اشتباه است، هر چی که بکنه میگه همینه که هست. در اون زمان هم اینطوری بود، حالا یه طرفدار شاه بودن، طرفدار مصدق بودن، طرفدار انگلستان، طرفدار امریکا. معممین اون موقع چی کار میکنن؟ چه نقصش داره؟ خب ببینید، بروجردی بود، بهبهانی بود، کاشانی در این مورد فعالتر بود. البته اهمیت کاشانی از نظر یک آیت الله در اون موقع از بروجردی و بهبهانی پایین تر بود، اما اونا هم نمیخواستن که طیف چپ در ایران قدرت بگیره. وابسته نبودن این آیت الله؟ نه، کاشانی اینا، کاشانی خیلی آدم چیزی بود، ماجراجو بود، حالا اینطوری میدید بیگانگان رو میدید، با اونا صحبت میکرد، دار و دسته ای داشت. بالاخره با به مصدق حتی نامه مینوشت، میگفت این کار اشتباه کردی، این کار اشتباه کردی. مصدق هم جوابی سربالا میداد، مثلا میگفت حضرت عالی مثلا نامه فرستادی، نامتون رسید، خیلی ممنون، پاسخ نمیداد، ولی قدرت داشت.
کاشانی فرد سیاسی بود، مثلا در مجلس صحبت میکرد، در مثلا سر مجلس بود. بهبانی و بروجردی بیشتر در میان مردم و به طیف راست. اسلام اصلا با کمونیسم زیاد سرکاری نداره، مخصوصا در اون موقع که ما میدیدیم کمونیست ها میخواستن واقعا کشور رو جدا کنن و فعالیت میکردن و به اون طیف اعتقاد داشتن، به طیف راست. گردن کلفتا و قلچماغا چی؟ ببینید اینایی که همین گردن کلفت و قلچماغ که شما میفرمایید، اینا که نظریه سیاسی به خصوصی نداشتن، اینا وسیله کار بودن، عامل مهمی بودن در ناآرامی ها که بیان خیابون. دیگه شما انتظار نداشته باشین یه دکتر جراح مثلا با چوب بیاد وسط خیابون بتونه دم مجلس هر وعده بکشه یا مثلا چهار تا توده‌ای رو بزنه. جامعه نیاز داره به آدم های به این صورت، هر جامعه، حالا چپ راست طیفه میانه و غیره. اینا نقشی داشتن و نقشی داشتن که این که مثلا وقتی که وابسته به چه گروهی بودن اونا میامدن عمل میکردن. اما اگه بخوایم بگیم اینا کسانی بودن که برنامه ریزی و طرح سیاسی داشتن و با انگلیس و امریکا و روس میتونستن بیشن صحبت کنن پاشن، یا مثلا از حرفای اونا برداشتایی داشته باشن که بتونه به نفع کشور باشه، نه نداشتن. آدم های خوب و ساده‌ای بودن. میدونی که من یه گفتگوی خیلی طولانی با شعبان جعفری دارم و اونا حدود 10 ساعت گفتگو هستش راجع به تمام زندگیش. آنچه را که شعبان جعفری در توی فیلم ها یک جایی میگه، این سوالی بودش که این مطلبی بودش که شما عنوان کردید، گفتید که زاهدی تاج بخش بود. شعبان جعفری فامیل خودش کرده بود تاج بخش و ادعا میکردش که من تاج رو به شاه بخشیدم. این یه ادعای لوتی مسلک بود، ولی از طرفی هم وقتی که ازش پرسیدم تو 28 مرداد چی کاره بودی، گفت هیچ کاره، گفت من تا ساعت 3 بعد از ظهر 2 بعد از ظهر تو زندان بودم. ایشون تا ساعت 2 بعد از ظهر زندان بود. اتفاقا بر همین موردم خب منم باهاش زیاد صحبت کردم و نمیدونست اصلا چه میگذره. اصلا این کاری نبود. بله، اون ورزشکار بود، تبیر شده بود، کارهای ورزشی میکرد و در کاری که میکرد که ورزش باستانی است، واقعا این امتیاز باید. حالا سوای مسائل دیگه، آقای جعفری وقتی اومد به ورزش باستانی شروع کرد، در کل ایران ما 17 تا زورخونه داشتیم که 3 تاش باقی مونده بود، بقیه اصلا شده بود باشگاه ورزش. این فقط در تهران تا روزی که از ایران اومد بیرون 40 زورخونه درست کرده بود، البته نه با پول خودش، ولی مثلا برای اتوبوسرانی یه جای درست کرده بود، نمیدونم این شرکت های بانک مرکزی یه زورخونه داشت، یعنی در این کار تخصص داشت. و ولی اون روز هم زندگیش هم در خطر انداخته بود، رفته بود گولم خورد یک بار. ولی اینی که میگن چاقوکش بوده، شما میدونی اگه صحبت کردین و میدونم که میشناسینش، این تو عمرش چاقو تو جیبش نذاشته بود. ولی افرادی مثل آقای جعفری هیچ وقت تصمیم گیری سیاسی نمی کردن یا نمی دونستن بکنن. بله، جزء حرکتی بودن که بزرگتر دیگران انجام می دادن، مثلا آقای زاهدی یا دیگران انجام می دادن، اینا هم در اون مسیر یا موافق بودن یا مخالف بودن، چون طرف مخالف هم بود. ولی خب بعضی زرنگتر بودن، مثلا آقای جعفری 100 بار مثلا از احمد جگرکی و نمیدونم احمد چرخی و نمیدونم هفت کچلون و از اینا بیشتر می فهمید، چون بالاخره یه مدیریت فکری داشت، کاری داشت، میتونه ساختمون یه فعالیت ها کرده بود. اشاره فرمودید که شاه با فضل رضایدی زیاد رابطه نداشت و خوش نگاه، و چطور بود که اینقدر به پسرش محبت داشت؟ ببینید وقتی میگم شاه با ایشون موافق نبود، این میترسید. شاه از آدم پرقدرت در چنین شرایطی میترسید، برای که کم نبودن افرادی که بگن ایشون میتونه آورده همونجور که آورده میتونه شما ببره. چون آقای زاهدی، آقای فضل‌الله زاهدی، سپهبد زاهدی خیلی آدم روکی بود. اگه در مثلا علم میومد میگفت شاه به نظرش اینه که شما اینجوری بکنید، میگفت نه آقای اشتباس، یا باید از امریکا اسلحه بخریم، میگفت نمیتونیم بخریم، اشتباس. کم داشتیم ما نظامیانی که در جلوی فرامین شاه وایسن. در یه دفعه در همین برنامه درباره فریدون جم صحبت میکردیم، فریدون جم، فضل الله زاهدی، اینا هدایت، اینا آدمهایی نبودن که به این نظامیانی بودن که استقوس داشتن و واقعا نظامی بودن. اونا هم شاه دوست داشتن، اگه دوست نداشتن که خودش میشد پادشاه، خودش جمهوری اعلام میکرد، یعنی همه کار میکرد. و خانواده زاهدی احترام خاصی برای طبیعتا برای شاه هستش، شاه داشت.
خود همین چطور شاه این رو متوجه نبودش که زاهدی میتونست اعلام جمهوریت بکنه ولی به شاه گفتش که برگرد؟ خب یه موقعی هست که در فکر آدم یه چیزهایی هست دیگه، که اون در فکرهای تک رهبران همیشه هست. تک رهبر استان در هر موردی به همه که شک داره. شما امکان نداره یک نفر رو، حالا باز صحبت تک رهبری بود، تک رهبری پیدا کنی در تاریخ که به کسی مضمون نشه، با نزدیکترین کسانشو شک میکنه. خدمتتون عرض کنم در موردی که اینا مجسمه ها رو پای می آوردن، بقایی رئیس پلیس بود، رئیس شهربانی بود که چیز انتخاب کرده، مصدق انتخاب کرده بود. وقتی که اومدم بیارم پایین، بقایی گفت سربازا نمیذارن این کارو بکنه، مصدق گفت اینا رو بفرستین پادگان ها. همون صحبتی که اول کردم، این رهبرای تک رهبر میخوام ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اون رفت و بعدش هم بقایی رو بیرون کرد، گفت شما تیراندازی کردین به مردم. اون موقع بود که افشارتوس آورد، افشارتوس آورد، 4 روز بود رئیس شهربانی که دزدن. افشارتوس یکی از آدمایی است که بیخودی اسمش خوب در رفته. ایشون در گرگان قبل از اینکه رئیس پلیس مصدق بشه، برای 4 روزم بیشتر نبود البته، این زمینای گرگان، سلطنتی گرگان رو اداره میکرد، خیلی هم مردم رو اذیت میکرد. و وقتی روز چهارم بود اینو دزدیدن، بردن با زجر کشتنش البته. مخالفین گفتن خب اینا مزینی، تمثال مزینی و دیگران. مزینی چیکار داشت به رفشان تو سو بگوشن؟ من اون موقع تابستون بودش و میرفتم توی مغازهی در خیابون لاله‌زار، بابام گذاشته بود منو اونجا که کار یاد بگیرم، تجربه داره. بعد 27 مرداد رفتم، اومدم اونجا که برم مغازه، دیدم تو صاحب مغازه داره در میبنده، گفت بودو برو خونه. که برگشتم اومدم توی میدون وایسادم و اون قضیه مجسمه رو اینا رو دیدم و کامیونایی که رد میشد همه میگفتن مرگ بر شاه، یا مرگ یا مصدق و اینا. روز بعدش باز دوباره، من بچه بودم اصلا حالیم نبودش، باز دوباره سوار اتوبوس شدم اومدم که برم به سر کار، تو میدون تو خونه کسان همون کامیونا، همون آدمای دیروزی میگفتن یا مرگ یا شاه، یا مرگ یا شاه، عکس شاه رو داشتن به جای من. وقتی اینو دیدم از همون موقع این مسئله سیاست در من فریز شد و تصمیم گرفتم هیچ وقت دنبال کار سیاسی نرم و نرفتم. عجیبه دکتر. بعد شاه چطوری برگشت؟ شاه رفته بود در هتل خشنگ تنیس بازی میکرد. یه نفر اونجا خرجشو میداده؟ نه، یکی خرجشو نمیداده. درباره مراد ارگه صحبت میکنن که مراد ارگه رفت هتل، چک سفید گذاشت امضا کنه. شاه بر نداشت. شاه اونقدر پول داشت که احتیاج پول مراد ارگه نداشته باشه. اون یک جستی اومد، جست قشنگ منظورم، که گفت چک سفید بنویسید و اشون گفتن نه، نیازی نیست. بعد خب یه مقدار فعالیت اشرف میکرد که با امریکایی‌ها و کسان دیگه در تماس بود. فرزند فضل‌الله زاهدی، اردشیر زاهدی، ارتباطاتی داشت با گفتگو بین امریکایی‌ها اینا. و وقتی که دیگه فضل‌الله زاهدی خودش دیگه برگردوند، مثلا موج برگشت، دیگه همه اخبار دیگه، یه دفعه هتلی که 4 تا خبرنگار نبود، 500 تا خبرنگار ریختن تو هتل که با شما مصاحبه کنن. و برگشت. موقع برگشتن دیگه سفیرایی که در عراق و اینا بودن همه دویده بودن دم هواپیما، مثل 180 درجه دولا میشدن، ولی فایده خوب نداشت. من خیلی دلم میخواد که فرصتی بشه برم خدمت آقای زاهدی، اردشیر زاهدی، و با ایشون صحبت بکنم و وقت راجب همین مسائلی که شما صحبت کردی، با این با آگاهی هایی که الان دارم صحبت بکنم و ببینیم که نظرگاه ایشون که کاملا من میدونم با شما چیز میکنه هم خان هستش، صحبت داشته باشم. امید دارم که یک همچین شانسی نصیب من بشه. اما از شما میخوام سوال بکنم، اگه من تماشاگر اون وره دور بیه بگم این آقای این حرفا چیه داره میزنی، این همش دروغه، چی داری بهش بگی؟ به کسی که اینجوری فکر کنه اصلا جوابی ندارم بگم. خب وقت رو تلف نمی کنم. خب حالا وقت رو تلف بکنیم. بله، اصولا تلویزیون و رادیو یک امتیاز منفی داره، یک امتیاز مثبت داره. شما وقت در یک جلساتی صحبت میکنید که مردم میان در اون جلسه شرکت میکنن، به میل خودشون میان، یا بلیت میخرن میان، یا میان میاموزن، مثل جلساتی که در دانشگاه داریم و اینا،
همونجور که قبل از اینکه این برنامه بیام اینجا من صبح 4 ساعت در یه جا برنامه داشتم، مثلا 50-200 نفر در اومده بودن در اون حال و هر کدوم هم میدونم چقدر وقتت گرفته است، چقدر به من محبت داری که تشریف میاری. ولی چیزی که بود منظورم اینه اونا که میان بگیرن، ولی تلویزیون شما نمیدید بینندت در سایه نشسته، حالا این کمونیست، توده‌ای، شاهی، ساواکی، طرفدار امریکاست، طرفدار کدوم از کشوره. اینه که اینو فقط شما میگین اگر علاقه مثل تلویزیون، کانال تلویزیونی برنامه رو دوست داری نگاه میکنین، یه برنامه رو دوست نداری نگاه کنین. اما از نظر تاریخی تا اونجایی که من میدونم، من مطالبی که در این برنامه شما تا حالا گفتم با نیت این بوده که فقط حقایق رو بگم و طبعا در مدت کمی که دارم، یعنی یک ساعت و نیم یا چقدر این برنامه هستش، سعی میکنم تا اونجایی که ممشه به صورت اجمال و به صورت محدود. ولی هر کدوم از این آیتم ها رو یا سوتر میتونی بستش بدی و راجب تمامش تحقیقاتی که کردی، تمام اتفاقاتی که افتاد، چجوری بی سیم رو گرفتن، چجوری رادیو رو گرفتن، اینا خب اگه بخوام بگم خودش داستان داره. فدایانش ها چیکار کردن، انجمن جوانمردان چیکار کردن، چجوری شبا تصمیم گرفتن، به کجا حمله کردن، چه داشتن، وسیله کارشون چی بود، توده یا چیکار میکردن، خب اینا همه هست. آره دکتر بامبان، نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. امروز انقدر من چیز یاد گرفتم که من میخوام باز با تماشاگران صحبت کنم. من مطمئن هستم که این برنامه انقدر آگاهی میده، نه به آدمهایی که همسن من هستن، بلکه به آدمهایی که همسن پسر من هستن، جوانهامون خیلی میخوان بدونن که 28 مرداد چی بود و چه اتفاقی افتاد. من فکر نمی کنم که مستندتر از این برنامه چیز دیگری وجود داشته باشه. از شما پدرها مادرها خواهش می کنم به فرزندانتون، به کسانی که نبودن در اون زمان و می خوان بدونن چی بوده. ما داریم راجع به 52 سال، 56 سال میشه، 28 سال. شما به دنیا نیومده بودید. در حال خیلی ها میخوان که این ماجرا رو بدونن و بدونن که چی بوده. در این برنامه میتونن نگاه بکنن، حالا یا از طریق اینترنت یا از طریق بازپخش های این برنامه که فردا ساعت 4 صبح خواهد بودش و همینطور روز شنبه آینده ساعت 8 بعد از ظهر. خانم ها، آقایان، مرسی، خیلی ازت ممنونم، واقعا اصلا روشنم کردی.